خب این بار میخوایم که مشخصه خروجی یک اینهانس مصفت رو بکشیم ببینیم که چطور هست. اینهانس مصفت مشخصه خروجی که داره به این شکل میشه. خب همونطور که میبینیم یک مصفت رو اینجا کشیده، یک منبع ولتاژ اینجا هست که این منبع ولتاژ VGS رو داره مشخص میکنه و یک پرایمری سویپ داریم که درین سورس ولتاژ رو مرتب داره سویپ میکنه. یعنی دی سی سویپ میتونیم این نمودار رو به راحتی رسم کنیم. یعنی اینکه پرایمری سویپمون میشه درین سورس ولتاژ، به عبارت پرایمری سویپ همیشه محور افقیمون، سکندری سویپ میشه وی جی اسم، محور افقی دیگه نیست و محور عمودیمونم درین کارنت هست. خب ببینیم که چطور میشه اینو رسم کرد. ام مخفف اول اسم ماسفت بود، حالا یه ماسفتی من انتخاب میکنم، هر ماسفتی، ماسفت ان چنل ترجیحاً. خب یه دونه وی دی سی میخوایم، یه وی دی سی دیگه که پرایمری سویپمون رو مشخص میکنه. خب اینم از این نود گراوند. قرار هست که جریان رو ببینید، اینجا اگه این کلیک کنیم ارور میده تا زمانی که بزنیم روی این نود که جریان این نود به اون بده. خب الان تقریبا شکل آماده شده و الان تنها کار که باید بکنیم باید بریم به تنظیم کردن سویپ ها. خب میایم روی دی سی سویپ. توی دی سی سویپ دو تا دونه سویپ میتونیم بدیم، پرایمری سویپ و سکندری سویپ. توی پرایمری سویپ گفتم که محور افقمون پرایمری سویپ، محور افقمون که پرایمری سویپ باشه یعنی چی؟ یعنی ولتاژ درین سورس رو مرتبا من دارم افزایش میدم که ببینم تغییرات جریان درین چگونه است و این کار رو برای 1, 2, 3, 4 بار برای 4 تا وی جی اس انجام میدم که میشن سکندری سویپ. پس شد این پرایمری سویپ V6 که میخوام از 0 بره تا 10 ولت با استپ 1/10 و این قضیه میخوام خطی انجام بشه. سکندری سویپمون میشه مرتبط با V5، اسمشو اینجا تایپ میکنیم، میخوام دوباره به طور خطی و 10 بار انجام بشه. استارت ولیو از 1 ولت باشه، اند ولیو 10 ولت و هر بار 1 ولت به میزان قبلی اضافه بشه. خب اوکی، خب همونطور که مشاهده میکنید نمودار رو برای ما رسم کرد. این میشه مشخصه انتقالی یک اینهانس مصفت.